در این لحظه از 3 تن از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60 دعوت می‌کنیم برای پانل گفتگو به صحنه بیان. آقای ناصر، خانم آنا و آقای مهداد. با سلام و تشکر از همه عزیزانی که تشریف آوردن برای این یادمان و با ابراز خوشحالی که این یادمان ها بعد از سالهای زیاد تونسته به عنوان یک وجه و این نهادی از جامعه ایرانیان مونتریال و سرتاسر دنیا در بیاد. در تا همین رابطه هستش که ما شاهد وجود اومدن تریبونال ها هستیم و این ممکن نمیشد مگر به همت شما عزیزان زندانیان سیاسی که در اون تاریخ در زندان ها حضور داشتین، خانواده هایی که در کنار زندانیان زرد کشیدن و همانند اون زندانیان و کشته شدگان زخم هایی دارن که این زخم ها از نظر من التیام پذیر نیست و به یه شکلی این رسالت تاریخی و ادای دینی هستش که به اون دوستان و رفقایی که موقع وداع و موقع خداحافظی به ما میگفتن ما رو از یاد نبرید. من فکر میکنم تا حد زیادی جامعه ایرانی و نیروهای اجتماعی تونستن به پیش بیان و این حرکت رو به جلو ببرن تا اونجایی که این کشتار به نوعی شرم تاریخی جامعه ما بشه و جامعه جهانی. و فکر میکنیم حالا اگه وقتی باشه، چون ما وقتمون قرار بود نزدیک 50 دقیقه باشه ولی عملا 25 دقیقه شده و من صحبتامو نخواهم کرد و از رفقا و دوستانی که از تورنتو اومدن خواهش میکنم صحبت ها رو ادامه بدن، اگه تونستیم وقت پیدا بشه ما راجع به این مسئله صحبت میکنیم. و حالا من معرفی میکنم آنا از زندانیان دهه 60 هستن که از سال 62 تا سال 70 در اوین و زندان جمهوری اسلامی بودن. ناصر از شاهدان کشتار 67 هستش که از سال 62 تا سال 68 در زندان‌های مختلف بوده. That everything that's done through the established system is legal, and that word has a powerful psychological impact. It makes people believe that there is an order to life and an order to a system, and that a person that goes through this order and is convicted has gotten all that is due him, and therefore society can turn its conscience off and look to other things and other times. And that's the terrible thing about these past trials, is that they have this aura of legitimacy, this aura of legality. I suspect that better men than the world has known, and more of them, have gone to their death through a legal system than through all the illegalities in the history of man. 6 million people in Europe during the Third Reich, legal. Sacco Vanzetti, quite legal. The Haymarket defendants, legal. The hundreds of rape trials throughout the South, where black men were condemned to death, all legal. Jesus, legal. Socrates, legal. And that is the kaleidoscopic nature of what we live through here and in other places. Because all tyrants learn that it is far better to do this thing through some semblance of legality than to do it without that pretense. خیلی ممنونم، تشکر می کنم از برگزار کننده های این برنامه و
تشکر کنم که به من این افتخار دادن که در جمع شما باشم و تا حدودی یه سری نکاتی رو که به نظرم میرسه که میتونه کمک کنه به روشنگری فضایی که در شرایط کنونی توش به سر میبریم با شما در میون بذارم. قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم تشکر میکنم از تمام خانواده هایی که با پیگیری و مقاومت خودشون واقعا نذاشتن که این جنایت فراموش بشه و هرگز نمیبخشیم ما این جنایت ها رو و باید به محاکمه کشیده بشه و در دادگاه هایی که و کارزار جنبشی که الان راه افتاده جنبش دادخواهی حضور پیدا کردن و با شجاعت حرف زدن. همینجور تشکر میکنم از وکلای مترقی و مردمی که در کنار خانواده ها این کارزار رو کمک کردن که انعکاس بیشتری پیدا کنه و همراهی کردن. همینجور که در فیلم ویدیو کلیپ دیدید ویلیام کانسلر زمانی من باش آشنا شدم که در کنفدراسیون احیا یک در دانشجوی مبارز در جنبش دانشجویی کنفدراسیون احیا در آمریکا فعالیت می‌کردم. ویلیام کانسلر در واقع از وکلای بچه‌ها و رفقای فعال سیاسی بود که وقتی که ما دستگیر می‌شدیم این در واقع وکیل ما می‌شد و کمک می‌کرد که ما از زندان بیاییم بیرون. ویلیام کانسلر و واید گلاس دو تا وکلای مترقی بودن که در مثلا خود واید ویلیام کانسلر وکیل مارتین لوتر هم بود، وکیل تمام در واقع رهبران پلنگ سیاه، اون حزب پلنگان سیاه که در آمریکا فعالیت میکردن وکلای اونها هم بود و همیشه ویلیام کانسلر میگفتش که به قانون توهم نداشته باشید. قانون برای این که این هست که نظم موجود رو مشروعیت قانونی بده. در واقع نظام ها همجور که دیدیم در سخنرانیش یاد گرفتن که میدونن که بهتر از طریق قانون میتونن در واقع حکومت خودشون رو تحکیم بکنن و در واقع میتونن به قتل عام های خودشون جنبه مشروعیت ببخشن. در نکته که خیلی مهمه که به یاد داشته باشیم اینه که کانسلر همیشه میگفتش که انقلابیون مبارزین میجنگن با دولت ها برای عدالت و من میجنگم برای اینکه اینها رو بیرون زندان نگه دارم و همیشه در درون بیرون زندان به مردم میگفت زنده باد قدرت به دست خلق. شعارش این بود، قدرت به دست مردم. و همینجور که وکلای مختلف هم دانیال تروف هم پیام اخوان در واقع اشاره کردن اینه که مستبدین از طریق قانونی خیلی کارها رو پیش میبرن و همینجور مثالی که در مصر زدن فرزن مبارک رفت ولی ارتش هست. مثالهای گوناگونی هم دوستم رفیق عزیزم عزت و سلانجات مطرح کرد که چجور در واقع این جنایت ها رو قانونیزه کردن و تا بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. زمانی که من در زندان بودم، چه در دوران جمهوری اسلامی و چه موقعی که در فعالیت میکردم در آمریکا به عنوان یه دانشجو و دستگیر شدم یک زمان یه دورانی در آمریکا، وکلایی که از من دفاع کردن تا اونجایی که در توان داشتن سعی میکردن کیس رو سیاسی کنن اتفاقا، به خاطر اینکه در قانون اساسی آمریکا مثلا در واقع آزادی سیاسی وجود داره و تو زمان و وکلا به خوبی میدونستن اینو و از ما دفاع سیاسی میکردن در مقابل دادستانی که سعی میکرد با اغتشاش زدن یا فضا رو غیر سیاسی کردن در واقع ما رو خل سلاح بکنه. و
در کنار این وقتی کیس رو سیاسی بکنی دفاع کنه از آرمان‌های ما، حقانیت و مشروعیت بدی به ایده‌های ما که ما شورشمون برحقه، مبارزات ما برحقه، مبارزه ما بر علیه بی‌عدالتی بوده. تمام مبارزینی که در زندان اعدام شدن، تمام کسایی که در واقع به خاطر یا به خاطر عقایدشون بوده یا به خاطر جنگی بوده که با جمهوری اسلامی داشتن، این جنگ باید در دادگاه مطرح بشه و حقانیت بهش داده بشه. به همین دلیله که این دادگاه باید سیاسی بشه. یعنی وقتی دادگاه رو سیاسی میکنی افق آینده رو باید تقویت میکنی، به که این تنها انتقام جویی نیست، در واقع تضمین میکنی که این دادگاه چشمنداز و دانش و آگاهی به مردم میده که تبدیلش میکنه اینکه چه افق و چه دنیایی رو میخوان بسازن اینها، و در واقع از درون یک چنین کارزارهایی دنیای آینده برجسته و پرت و افکنی میشه. به این دلیلم هستش که خیلی مهمه که در واقع اهداف مبارزین، چرایی این جنگشون در واقع به تصویر کشیده بشه. جنگی بود که ما در درون یک جنگ بودیم با جمهوری اسلامی، تعارف نداریم. این جنگ یک جنگ عادلانه بود، جنگی از مبارزینی بود که میخواستن برای دنیای بهتر بجنگن. ما مظلوم نمایی بعضی ها رو در واقع به خاطر ناآگاهی، واقعا روی سخنم می بود که اینجور برخورد نکنید که ما کاری نکرده بودیم، ما فقط یه اعلامیه بود که ما خیلی کار کرده بودیم. جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگر، جنبش در واقع در کردستان، در ترکمنستان رو یک کارزاری جنگ با جمهوری اسلامی بود برای اینکه استقرار پیدا نکنه و این حقانیت داشت. این شورش محق بودیم ما و جنگی بود که در واقع دشمنم به خوبی میدونست و کشتار کرد از نظر قضایی، در واقع با نیروی قهری خودش، با دادگاه‌های خودش در واقع کشتار کرد و در قانون اساسی و قوانینی نوشت که در واقع ما رو خل سلاح بکنه. مارکسیست‌ها معتقدن قانون بیان حقوقی یک نظم اقتصادی سیاسیه. قانون برای تحکیم یک طبقه بر علیه طبقه دیگه ایه. قانون برای این ستمگرا به قانون احتیاج دارن برای اینکه استمرار رو حفاظت کنه از این منافع. بنابراین وقتی میخوایم جمهوری اسلامی رو محاکمه کنیم، این فرد آقای شوشتری، آقای نمیدونم مرعشی، اون آقای فلان که اینها کار در واقع فرمانده، یا خود خمینی و خامنه‌ای و رفسنجانی و تمام این کسایی که در واقع حکم قتل بچه‌ها رو دادن، اینها که باید محاکمه بشن. ولی بیشتر از اون این نظام جمهوری اسلامی است که باید محاکمه بشه. در واقع تداخل دین و حکومت باید محاکمه بشه، حکومت توکراسی باید محاکمه بشه. اینها زمانی که در واقع تو ابعاد محاکمت رو از افراد میکشی بیرون، یک سیستم رو مورد سوال قرار میدی، اون موقع است که تو تصویری برای آینده خلق میکنی برای توده‌ای که در واقع تو این جنگ شرکت، یا بازمانده ها و خانواده هایی که در واقع افتخار میکنن اون موقع بر اعدامیانشون. اینجوری نگاه نمیکنن که یک مش در واقع یه تعدادی مظلوم کشته شده صرفا، نه، یک جنگ عادلانه‌ای بود و ما به این دلیل به زندان افتادیم. من 8 سال زندان افتادم، ناصر 8 سال زندان افتاد و تعداد زیادی از رفقامون رو ما از دست دادیم به خاطر اینکه این جنگ یه جنگی بود که ما سر آشتی نداشتیم با دشمن ما. خیلی از دوستان ما با سرودخونا میرفتن. در سال 67 که همه بچه‌ها رو اعدام کردن، اومدن تو بند زنا، ما رو شلاق زدن. هر وعده 5 وعده در روز، هر وعدش 5 تا شلاق زدن، یعنی 25 تا شلاق به ما زدن که نماز بخونیم و مقاومت کردن. این مقاومت برای اینکه ما نمیخواستیم نماز بخونیم. اینها افتخار آمیزه. این یک جنگه، یک جنگ برای اینکه سکولاریسم ما، میخواستیم آزاد باشیم، ما نمیخواستیم سر تسلیم فرود بیاریم و اینجور در واقع کشتن ما رو. جمهوری اسلامی وقتی به قدرت رسید، قبل از اینکه به قدرت برسه میدونست چه حکومتی میخواد. اونها میدونستن چه حکومتی میخوان. خمینی کتاب و رسالهش رو نوشته بود و وقتی هم به قدرت رسیدن قانون اساسیشون رو نوشتن و از فردای به قدرت رسیدنشون شروع کردن برای تحکیم این قدرت سیاسی و
در واقع جنگی رو شروع کردن بر علیه ملتی که انقلاب کرده بودن. ما انقلاب نکرده بودیم که یک مش نادان در واقع چیز مردم انقلاب ایران مصادره شد، انقلاب ایران دزدیده شد از جانب یک تعدادی در واقع با فریبکاری، با دروغ، و یواش یواش در واقع مردم رو سرکوب کردن و جنگ کماکان ادامه داره که الان سال 88 نمونه شما داریم میبینین که چه جور مردم به خیابون ها ریختن، بازم قتل عام کردن برای اینکه این جمهوری اسلامی بتونه به بقای خودش ادامه بده.